بابا که نمیگه. معلومه که نمیگم. میدونم چه بلبایی به پا میکنه. اگه تو نگی آب از آب تکون نمیخوره. از کجا میخواد بفهمه من از حسابم برداشت کردم؟ آخه بابا بعضی وقتا میره به حسابای ما یه نگاه میندازه. حالا چرا به من میگی؟ باطن که میخواستم بهم دل جرأت بدی. اینجوری که من میشم شریک جرمت. تو دوست صمیمی یه چیزی ازت بخواد، انجام نمیدی؟ بستگی داره کی باشه. بابا دوست صمیمیت. گفتم که هوشنگ پول لازم داره. برای چی میخواد؟ حتما باید سیر تا پیاز قضیه رو به ما بگه تا بهش پول بدیم. آخه من باید بدونم برای چی میخواد. حالا برای هر چی که میخواد گفته سر یه هفته برمیگردم. یعنی اگه برنگردونه پولت میشه باد هوا؟ اشکال نداره. این همه تو پاتوق زحمت کشیدی، این همه برنامه داشتی، مگه نمیخواستی ماشین ثبت نام کنی، نمیدونم موبایل بخری؟ هوشنگ برای من بیشتر از اینا ارزش داره. یه میلیون پول. این چیه؟ مال شماست. از بابت چی؟ بابت خرید. تو فروشنده ای، منم خریدارم. اگرم فکر میکنی کمه بگو بیشترش کنم. مزایده است، اونم دو نفری؟ عیبی داره؟ همه نوعش رو دیده بودم غیر از این. خب اینم یه نوعشه. سراس خانم گفته بود شما مخالفین. راستشو بخواین من باهاتون قرار گذاشتم که خودم رضایتتون رو جلب کنم. از این راه؟ دوست من عمریه تو بازارم. خوب میدونم که این اسکناسای سبز میتونن آدما رو عوض کنن. میتونن دهنی رو ببندن یا زبونی رو باز کنن. ببینم آقا امیر، شما تو همه مراوداتتون معامله میکنین؟ قضیه جنسه. جنس همه آدما یه جوره. اداهاشون فرق میکنه. با این پول زندگیت عوض میشه. نه آقا امیر، زندگی من سلامتی نیلوفر و بچه هم فقط. بدون بدهکاری زندگی شیرین ترم میشه ها. پس از همه چیز زندگی منم خبر داری؟ نیلوفر خانوم به ساناز گفته. از ساناز خانوم توقع نداشتم. توقع داشتی زنم رازشو از من پنهون کنه؟ بله، راز دوستش رو به یک محرم اسرار. در ضمن آقا امیر، بدهکاری من بابت خرید یه خونه آپارتمانی نقلیه که انقدر از بابت خریدش خوشحالم که اصلا سنگینی بدهیشو حس نمی‌کنم. با این پول بارتون سبکتر میشه. سنگینی عذاب وجدان رو چیکار کنم؟ عذاب؟ واسه چی؟ هرچی بیشتر میگذره بیشتر با این معامله مخالف میشم. چرا اینقدر مسائل سخت میکنی؟ من سختش نمی کنم، بلکه شما هستین که خیلی ساده می گیرین. تا یه چیزی رو هوس می کنین، پول ور می دارین، می زارین تو کیفتون و راه می افتین که چی؟ دلم نمی خواد کلی همسرم رو بفروشم، حتی اگه 100 برابر حالا بدهکار باشم. این یه معامله است مرتضی جون. نیلوفر خانم می خواد کلیهش رو به ساناز بفروشه. همین، مثل خرید فروشای ساده، مثل خرید ماشین، خونه، موبایل. دست شما درد نکنه. ممنون. متشکرم. خواهش می‌کنم. ممنون. شما ممنون. نوش جان. ببخشید. چیزی لازم ندارم بیارم خدمتتون. خیلی ممنون. دستتون درد نکنه. میگم ببخشید ما یکم صدامون رفت بالا. معذرت می‌خوام. من خواهش میکنم، مشکل نیست، اینجا دیگه تقریبا الان خلوته. لطف کنید برای یه ساعت کسی نیاد داخل پاتوق. هزینه‌ش هم هر چقدر باشه میدم. بله چشم، فقط یه ساعت بیشتر نشد. شما اینجا مشتری های ثابت داریم. بیام ببینم پاتوق بسته است، خیلی بد میشه. پاتوق رو تعطیل کردم. برو من دستام بشورم. دو سه نفرم که رفتن در رو دیگه کسی رو راننده تو. برای چی اتفاقی افتاده؟ نه. یه ساعت اینجا رو اجاره دادم. نمی‌فهمم منظورت چیه. بابا این دو نفری که اینجا سر میز دومی نشستن، پول همه میزا رو حساب کردن، گفتن یه ساعت کسی وارد نشه.
خدا شانس بده. معلوم نیست چه کارن. یه خربار پول ریخته رو میزشون. اون وقت ما میخوام چندر قاز به رفیقمون قرض بدیم بعد هفخان رستم رو تهیه کنیم. میگم یه وقت دزموز نباشن. نه بابا به قیافاشون نمیاد. بیا خودت ببین بیا. خواهش میکنم. سانس خانم و امروز نیلوفر. نیلوفر خانم ماشالله هزار ماشالله سالم سالمن. ساناز من داره هر دوتا کلیهشو از دست میده. من میتونم یه آگهی بدم یه کلیه دیگه بخرم، اما به خودم میگم چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه. آخه من چجوری راضی کنم خودمو این پول تو جیب کسی دیگه ای بذارم تا یکی دیگه کیفشو ببره. چقدر لطف داری شما. الو سلام. همه بارا رو خالی کردین تو انبار جدیده؟ یادتون باشه بعد از این انبار جدیده، بی خود میخواد بخره. حواستون باشه حداقل یه ما باید بارا بخواب. قیمت سنگ داره میکشه بالا. همین بیزینس یعنی همین، یعنی این که وقتی تو محل کارت هم نیستی سود ببری. ببین راستش اگه من زیاد اصرار میکنم واسه خاطر بچه هاست، میخوان مادرشون زودتر برگرده خونه. منم به خاطر بچه‌هام که باید مادرشون سالم باشه نمیتونم قبول کنم. خوشم اومد. کاسبی. ولی داری رو اعصابم راه میری. ببخشید، همچین قصدی نداشتم. بابا امیر روشنگ حرفا چیه میزنی؟ گفتم فعلا نتونستم جور کنم. ولی تو رو من حساب کن. نه، میخوام با بابام صحبت کنم. بچه ننه چیه؟ بابا بزرگترمه بالاخره. باید ازش اجازه بگیرم یا نه؟ من میدونم تو آدم خیلی خوش حسابی هستی. من اصلا شک ندارم. ولی بالاخره من باید با بابام صحبت کنم. آره اونقدی که تو بخوای تو حسابم پول هست. نه حساب شخصی خودم اصلا ربطی به کسی نداره. خودم هر چقدر بخوام میتونم برداشت کنم. باش تمام سعیام میکنم. نه دیگه تا بعد از خودم به زنگ میزنم خبرش رو میدم. خداحافظ. چی داری میگی تو؟ اگه به بابا بگی بابا بهت اجازه نده جواب این هوشنگخانه تو چی میخوای بدی؟ من اگه مجبور بشم مثلا کاری به کسی ندارم. کار خودم میکنم. حالا بابا فوقش مثلا دو روز از دست من میخواد ناراحت باشه که اونم از ماما خواهش میکنه از طرف من معذرت خواهی کنه. امیدوارم اونطور باشه که تو میگی. ببخشید پس چطوری میخواد باشه؟ چه میدونم ممکنه بابا دستمزد مایانت رو قطع کنه اجازه نده دیگه اینجا کار کنی. حالا از ما گفتن. به هر حال من به امیروشنگ قول دادم. چرا فک و فامیلت بهش کلیه نمیدن؟ حاضرم 10 برابر این پول ازشون بخرم ولی گروه خونشون به ساناز نمیخوره. عجب. نیلوفر خانم میدونن شما مخالفین؟ اون میدونه که ما اینجا با هم قرار داریم. کسایی رو میشناسم که الان 10 سال با یه کلیه دارن زندگی میکنن. منم میشناسم ولی نمیخوام زنم مثل اونا باشه. ببینم شما اگه برادرتون کلیهشو از دست بده بهش کلیه میدین؟ خب راستش من کارم خیلی سخته. با یه کلیه بعید میدونم از پس کارام بتونم بر بیام. شما این کارو در حق برادرتون نمیکنید. چه توقعی دارید که من راضی بشم مادر دو تا بچه‌م کلیهشو بده؟ میخوای بازرگرمی بکنی ها؟ اینم 2 برابرش. من کلیه نیلوفر رو نمیفروشم. تو چی میخوای؟ نکنه لقمه گنده تر از دهنت میخوای؟ ببین آقا امیر، اگه تا حالا به چیزی نگفتم فقط به خاطر حرمت ساناز خانم رفیق دیرینه یه نیلوفر منه. من فقط اومدم دو کلمه حرف حساب بشنوم همین. و
ولی متاسفم. باور نمی کنم ساناس خانوم انسانی به این نازنینی شوهری مثل تو داشته باشه. حرفت دهنتو بفهم. ساناس خانوم رفیق چندین ساله نیلوفر ماست، یعنی از زمان دانشگاه تا الان. تا حالا شده از خودت بپرسی چرا ما با هم ارتباط خانوادگی نداریم؟ بله، چون فاصله طبقاتی بین ما ناراحتتون میکرد. هر کسی از زن خود شد یار من. نه، من نخواستم، چون همون 15 سال پیش که شما رو دیدم فهمیدم چه کاسبکاری هستین. شما از آب کره میگیرین. من تحمل آدمایی مثل شما رو ندارم. واضحه پیشرفت دیگرون آزارتون میده. پیشرفت؟ کدوم پیشرفت؟ به چه قیمتی؟ به قیمت از دست دادن ساناز و خانواده‌ات؟ من اونو از دست ندادم. من ساناز رو دوست دارم. فکر میکنی؟ تو فکر میکنی مشکلات زندگی فقط مشکلات مادیه؟ ساناز خانوم مشکلات عجیبی داره. اینو بفهم. یعنی شما و نیلوفر خانوم زن منو از من بهتر میشناسین؟ اگه شما از ما کلیه میخواستین من الان اینجا نبودم و جوابم نبود. ولی حیف که ساناس خانم از جنس شما نیست، حسابش هم جداست. نه بابا اینطوری نیست. آخه تو چه میدونی چه خبره؟ شاید میخواد با این پول موبایلی چیزی بخره، بعد یه مدت نگه داره با سود بیشتر بفروشه. بابا امیروشنگو تو نمیشناسی؟ اون که الان این حرفا نیست. ببین آرزو، نمیدونم چجوری بگم. بابا این پول برای خواهرش میخواد. شوهر خواهرش فوت شده، حالا دارن پول پیش خونه رو تهیه میکنن. واقعا؟ خب اینو از اولش میگفتی؟ آخه دوست نداشتن کسی از این موضوع خبردار بشه. منم قول داده بودم کسی چیزی نگم. من میگم اگه واقعیت رو برای مامان و بابا تعریف کنی مطمئن باش هیچ مخالفتی نمیکنن. اصلا شاید کمکت هم کردن. واقعا؟ آره. اون موقعی که شما رفته بودین دبی برای همین کارای بیزینس خودتون، ساناس خانوم هم تازه دیالیز کرده بودن. به خاطر اینکه تنها نمونه، ما آوردیم خونه خودمون رو پیش ما بود. شما میدونستین؟ نه. من فکر میکردم اکرم یه هفته خونه ما مونده. بله خواهرتون گفته بودن کار دارن و ما هم نخواستیم ساناس خانم تنها بمونن. اون سالی که ما میخواستیم خونه بخریم ساناس خانم بخشی از طلاهای خودش رو فروخت و به ما کمک کرد. نمیدونستین نه؟ نه. من خیال میکردم که طلاهاش پیش مادرشه. ساناز و نیلوفر سرپرستی یه بچه رو به عهده گرفتن و هر جمعه به اون بچه و خانوادش سر میزنن. اینم حتما نمیدونستین نه؟ نه. اونم فکر میکردم که جمعه ها میره جمعه بازار خرید. امیر خان شما زنتون رو نمیشناسین. تو این مدت هم باش طوری برخورد کردین که اون با شما غریبه شده. دوستشون دارم. هم ساناز و هم بچه هامو. نمیدونم، شاید دوست داشتن شما از جنس ساناس خانم نیست. میفهمم. ما از همدیگه دور شدیم. فقط جسمش تو خونه است. روحش یه جای دیگه است. میدونم یه چیزایی داره اذیتش میکنه. تو هم مثل یه آدم بی تفاوت راه خودتو رفتی. آخه چقدر حرص پولو میخوای داشته باشی؟ بس نیست؟ ببینم میتونی بدون ساناز زندگی کنی؟ کجا میری؟ یه جای خوب. به امید اینجا اومده بودم که بتونم شاید عوضتون کنم. ولی دل شما مثل سنگایی که خرید و فروش میکنین سخت و بیروح شده.
ولی من فکر میکردم که با این پولا همه چی حل میشه. من محتاج این پولا نیستم. ولی تو فقط تو هفت آسمون خدا یه دونه خونه 70 متری داری و یه پیکان که باش مسافرکشی داری میکنی. باشه آقا امیر. باشه. من به نونی که تو سفرم میذارم افتخار میکنم. این پولا هم از گلوی من پایین نمیره. با این پولا من 3 کلیه میتونم بخرم. من میخواستم به نفع تو بشه. کمک حالت باشه. سب کن. چیه؟ باز میخوای یه دست پول اضافه کنی؟ من زنمو دوست دارم. نه به اندازه اون. وقتی داشتم میومدم اینجا بهم سفارش کرد که زیاد اذیتت نکنم. میگفت امیر نمیدونه داره چیکار میکنه. اون فکر میکنه زندگی کردن فقط پول درآوردنه. ساناز خانم انسان بزرگیه. اونقدر قوی هست که از مرگم نمیترسه. من معذرت میخوام. شاید من نمیدونم با آدمایی با جنس شما چجوری باید برخورد کنم. منو ببخش. من از زندگیم دور شدم. من دارم میرم بیمارستان. بیمارستان برای چی؟ امروز ساناز خانم و نیلوفر قرار عمل دارن. پیوند کلیه. اینم نمیدونستی نه؟ کجا داری میری؟ من تصمیم خودم رو گرفتم. میخوام برم پیش بابا همه چی رو براش توضیح بدم. میخوام بگم رفیقم به کمک احتیاج داره، منم میخوام بهش پول قرض بدم. میخوای منم باهات بیام؟ نه. خودم باید این مشکل رو حل کنم. به بابا میگم نه موبایل میخوام نه ماشین. قولی که به امیر روشنگ دادم برام مهمتره. همین که